جنبندی بکنم، یعنی که ملی گرایان در مقابل جهان شمولی و گلوبالیست ها قرار گرفتن، نه فقط در آمریکا، همینطور در حال حاضر در خاورمیانه، چه از نظر پیمان ابراهیم، چه از نظر فناوری هایی که از نظر اقتصادی گاز اسرائیل در کنار امارات نیم میلیارد دلار حاضرن بیان سرمایه گذاری کنن، چه از نظر فناوری های کشاورزی، سایبر و غیره. اینها آنچه که اهمیت داره در حال حاضر به عنوان پیوند دو ملت اهمیت خاصی داره از نظر اون پیمان کوروشی که در تقابل هستش با اون پیمان ابراهیمی که اعراب به هر حال به اون هوشمندی که گفته شده که میبایست عمل بکنن عمل کردن، و اینی که آمدن دشمن دشمن من دوست من هستش. ولی اگر مردم ایران، جوانان هوشمند ایران به این نتیجه برسن که نه اصولگرا من، نه اصلاح طلب دیگه کار این دو تمامه، باید یک تن زدایی بشه و در کنار همسویی داشته باشن با اسرائیل، و اسرائیل در از 2700 دشمنی نبوده برای ایران، همیشه سعی برن داشته با دشمنان مشترکی با یکدیگر داشتن سهمی در آبادی و سرزمین مورد خود و دیگران نیز داشته باشد. ولی ملیگرایان در حال حاضر، حال چه آقای نتانیاهو رو در نظر بگیرید، چه میهن پرستانی که در حال حاضر در ایران و خارج از ایران دارن عمل میکنن برای روی کار آمدن یک دولتی که بتونه پاتریوت باشه، امیدوارم که به هر حال بتونه آنچه که آرزوی قلبی مردم ایران هست رو به انجام برسونه و پیوند دو ملت رو مستحکم تر بکنه.